در چند سال اخیر با توجه به افزایش چشمگیر استفاده از گوشی‌های هوشمند، کلاهبرداران زیادی هم بازار خود را پیدا کرده و با روش‌های گوناگون سعی می‌کنند کاربران را مورد هدف قرار دهند. یکی از این روش‌ها که متأسفانه بسیاری از افراد هم در دامش می‌افتند، این است که فرد با تبلیغ یک سرویس آنلاین و یا آفلاین یک برنامه و اپلیکیشن ادعا می کند که قادر است با دریافت شماره موبایل مکان فعلی صاحب شماره را به شما نشان دهد. در این ویدیو سعی می کنیم هر آنچه که باید درباره ردیابی شماره موبایل بدونید را براتون بگیم تا در دام چنین کلاهبردارانی نیفتید. پس در ادامه با ما همراه باشید و لطفاً ما را سابسکرایب کرده و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت کنید. پیش از همه چیز باید درباره تکنولوژی ردیابی موبایل حرف بزنیم. در حال حاضر دو نوع تکنولوژی برای ردیابی شماره موبایل وجود دارد که یکی بر پایه GPS و دیگری وابسته به شبکه اپراتورهاست. یک، ردیابی از طریق GPS. GPS یا سامانه موقعیت‌یابی جهانی تکنولوژی است که در آن ماهواره‌هایی که همیشه در مدار مشخصی حرکت می‌کنند سیگنال هایی را به زمین ارسال می کنند. موقعیت ماهواره ها به گونه ای است که در هر سطحی از زمین حداقل 4 ماهواره بر روی سرمان قرار گرفته است. گوشی ها با داشتن یک چیپ سخت افزاری مخصوص این سامانه سیگنال ها را دریافت می کنند. از آنجایی که 3 پارامتر مکان ارسال، مکان دریافت و فاصله همیشه به یکدیگر بستگی دارند، می توان با در دست داشتن مکان ماهواره و فاصله که از داده های موجود در سیگنال ها محاسبه می شود مکان خودمان را محاسبه کنید. البته با وجود 4 ماهواره، همانطور که می بینید مکانیابی از طریق GPS به شبکه موبایل یا شماره موبایل بستگی ندارد و هر دستگاه گیرنده سیگنال می تواند آن را بفهمد. اما امکان فهمیدن موقعیت یک دستگاه دیگر تا زمانی که آن دستگاه خود موقعیتش را به ما ندهد امکان پذیر نیست. در گوشی های هوشمند هم چنین است. تا وقتی که برنامه ای اطلاعات مکانی GPSش را به کسی ارسال نکند موقعیتش از این طریق مخفی خواهد ماند. این برنامه ها اغلب در دست برنامه های شنود یا جاسوسی قرار دارند که استفاده از آنها مستلزم نصبشان بر روی گوشی هدف است. در نتیجه با در دست داشتن شماره موبایل امکان ردیابی از طریق GPS گوشی فرد به هیچ وجه ممکن نیست. 2. ردیابی از طریق موقعیت‌یابی رادیویی. این تکنولوژی کاملاً وابسته به سیمکارت و شبکه ارائه دهنده است و به دیگر تکنولوژی‌های نظیر GPS وابسته نیست. در موقعیت‌یابی رادیویی، سیگنال‌های ارسال شده از یک منبع توسط حداقل 2 دریافت کننده دکل‌های مخابراتی یا اپراتورها آنالیز می‌شود. یکی از این روش‌ها موقعیت‌یابی هایی هستند که با توجه به تأخیر بین دریافت سیگنال توسط 2 دکل از یک منبع گوشی و محاسبه فاصله هر کدام از آنها با منبع سیگنال ها به دست می آید. با وجود 3 دکل مختصات طول و عرض جغرافیایی گوشی و با وجود دکل 4 مختصات ارتفاعش هم به دست می آید. با توجه به وجود تعداد زیادی دکل مختصات پیدا شده دقیق تر هم خواهد بود. اما به این نکته توجه کنید که همه این محاسبات و اطلاعات خام پیش از ردیابی توسط اپراتورها و ارائه دهندگان شبکه موبایل انجام می شود. این نتایج تنها با درخواست مراجع قضایی و یا نیروهای امنیتی از جمله پلیس تحویلشان داده می شود. یعنی به این صورت نیست که هر فردی بتواند به این اطلاعات دسترسی داشته باشد. در نتیجه بدون تایید مراجع قضایی و پلیس اپراتورها و اطلاعات مکانی شماره موبایل را در اختیار هیچ شخص یا شرکت ثالثی قرار نخواهند داد. پس این همه تبلیغات و برنامه‌های هک چیستند؟ بیشتر تبلیغ کننده هایی که چنین محصولات و امکانات اغلب جاسوسی را به فروش می‌گذارند پس از دریافت پول از شما در بهترین حالت هیچ برنامه‌ای را تحویلتان نخواهند داد و یا یک برنامه‌ای به شما داده و میگویند که این را در گوشی فرد مورد نظر نصب کن. چیزی که معمولاً به دلیل قابلیت‌های امنیتی متعدد موجود در گوشی‌ها، حتی با داشتن دسترسی فیزیکی به گوشی هم ممکن است امکان پذیر نباشد. این تبلیغ کننده ها پس از دریافت پول در اکثر سناریوها
علاوه بر جیب زدن پولتان، حتی ممکن است به خود شما نیز آسیب برسانند. فرض کنید به عنوان یک برنامه هک کننده برنامه‌ای را به شما می‌دهند. این برنامه‌ها نه تنها کاری نمی‌کنند، بلکه ممکن است اطلاعات خود شما را هم به سرقت ببرد. اطلاعات حسابی از جمله رمزهای عبور، تصاویر و فایل‌های شخصی، اطلاعات حساب‌های بانکی و حتی ممکن است پارا فراتر بگذارند و به سیستم عامل شما آسیب برسانند. بنابراین اگر پولتان را به چنین اشخاصی بدهید، نه تنها پولتان را در مقابل هیچ باخته اید، بلکه امنیت اطلاعات خود شما هم در خطر خواهد بود. ممنون از همراهیتون و امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک و کامنت فراموشتون نشه و اگه تا کنون عضو پرشین تیوی نشده اید، حتماً برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما را سابسکرایب کرده و زنگوله را روشن کنید.